کار به یه جایی رسیده بود که امام جواد و امام هادی رو معلم ناسبی براشون حکومت گذاشته بود. نه سنی، ناسبی، که فوش میدادن به اهل بیت. میگفتن اگه بتونیم این اماماشون رو ما تربیت کنیم خیلی خوبه. که میدونید که امام هادی استاد ناسبیشو شیعه اسماء اشعری کرد. یارو نقل کرده دیگه، میگه روز جمعه ای من آن معلم را در نماز جمعه دیدم به دستور معتصم. ازش 6 سالش بود. جنیدی رو معاندترین افراد از نسبت بهله بود گوشتن معلم امام هادی. خیلی جالبه، حق نداشت پیش خانوادش بشه، این بچه باید ما بزرگش کنیم، باید بره این کلاس درس. میگه روز جمعه من آن معلم را در نماز جمعه دیدم، از او پرسیدم حال کودک هاشمی چگونه است. تا این جمله را شنید با یک حالت تعجب ایراد گفت نگو کودک، بگو بزرگ مرد، بگو شیخ آل هاشم. بعد گفت تو را به خدا قسم میدهم آیا امروز در مدینه در فنون مختلف علمی از من عالم تر کسی رو سراغ داری؟ جنیدی گفت گفتم نه والله. قولی است که جملگی برانند، همه متفق القولن در این. گفت به خدا قسم من شبها مطالعه میکنم و خودم را برای تدریس آماده میکنم، وقتی برای تدریس مینشینم همان به قول تو کودک هاشمی سر دو زانو مینشیند و شروع به صحبت میکند و مطالبی میگوید که اصلا من به ذهنم خطور نکرده است. شب تا صبح نشسته بدبخت کتاب خونده، آنچنان ما تو مبهوت بیان او میشوم که ناچار من سراپا گوش میشوم و شاگرد و او استاد. این را گفت و رفت. هفته بعد دوباره او را دیدم، گفتم حالا آن جوان هاشمی چطور است؟ فقط گفت کودک هاشمی. از او تعبیر به جوان کردم، گفت بابا ولمون کن، ده ها انکه هاذ القول، این ول کن این حرفو بابا، انه والله خیر اهل الارض، به خدای بهترین آدم رو کره زمینه و افضل تمام آن کسانی است که خدا آفریده. بعد گفت من هر چه فکر میکنم میبینم این بچه در حجاز بوده، پدرش در عراق از دنیا رفته، او اصلا نتوانسته در این سن و سال پدرش از پدرش هم استفاده کند، از روزی هم که تحت نظر من بوده از چهار دیواری خانه بیرون نگذاشته این برود. میگه حس رو بوده تو خونه بچگی، 5-6 سالگی محصور و زندانی بوده امام و با کسی انسی نگرفته است. من تعجب میکنم که این همه علوم رو از کجا به دست آورده است. به هر علمی که من دست اندازی میکنم میبینم فرسنگ ها با او فاصله دارم. میگم خب بسم الله، این هفته میدم دو نجوم صحبت میکنم، اینو دیگه بچه 6 ساله بلد نیست. میگم یه چیزایی میگه جا باز عوض میشه، ما نشستیم و درس میده. هفته سوم که با او ملاقات کردم کاملا تسلیم شده بود. 20 روزه موتور استادی که تو مدینه نظیرش نبوده اومده پایین و اذعان به امامت او کرد. گوی امامه بچه 6 ساله. من هر چه فکر کردم راهی جز منطق شیعیان پیدا نکردم که میگن امام کسی است که از جانب خدا تمام علوم یکجا به او القا میشود و به کسی احتیاجی ندارد، و از اینجا فهمیدم که او امام و منسوب از جانب خداست. در مقابل او تسلیم شدم و به امامتش ایمان آوردم. خود راوی میگه دلیل شیعه شدنم این بود. بعد از آن دشمنی با آل علی را کنار گذاشتم، یعنی دشمن بود، و از دوستان صمیمی آل علی شدم.